آنچه زندگی سخت و ماشینی امروز را صیقل می‌دهد، نوای دلانگیز موسیقی است. همان هنری که با خطوطی منحنی زندگی یک نواخت انسان را که تبدیل به خطوطی مستقیم شده، شنیداری و مهربان می‌سازد تا نوع بشر را از برخی آسیب‌ها مصون بدارد. در این رهگذر و از هزاران سال پیش، انسان برای بیان مقصود خیش همچون دلدادگی، سوگواری و سور و شادی صدا را از حنجره آزاد کرد تا آنچه را که در درون خیش دارد و با زبان متداول موفق به ابراز آن نیست، به شیوه ای دیگر ارزانی کند. پس این گونه بود تا افرادی خوش صدا و برخوردار از نوای دلپسند صدا را آزاد کردند تا هم نوعانشان را به وجد آورند و از دیگران باز شناخته شوند. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که ذکر نام تو کردم جوان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، چون اون بر ما می گذرد پیر از اون شدم. ای برندان نکن ایزان پاکیز سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهد نغمه‌ساز دوران دیروز و امروز که 70 سالگیش را اردیبهشت ماه گذشته به جشن نشست، در محله سیچان اصفهان به دنیا آمد، استاد فضل الله شاه زمانی است. او که از اوان کودکی احساس خواندن را در خود یافته بود و موسیقی آن روز کشور را که از رادیو پخش می‌شد همواره زمزمه می کرد، به سال 1342 خورشیدی و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی به کلاس های آواز آن زمان اصفهان راه یافت تا طی 15 سال عاشقانه و مشتاقانه آنچه را که میراث بزرگانی همچون حبیب شاطر حاجی بود و به آموزگارانی توانا همچون استاد حسین یاوری و استاد جلال تاج رسیده بود،
در اندازه‌ای وسیع فرا گیرند. ما از خانواده خیلی مستضعفی بودیم. یعنی شاید یه زمان طبقه سه جامعه بودیم. من پدرم زحمت کش بود، کاسه با خلاصه با سختی امورات ما اصلاح میشد. بچه که بودم تو محل محافل برفتم میگفتن آقا فضل رو پس نمیخونی؟ من هم سیاستر هم میکرم اینا. بعد تو همسایگیمون یه مشت حسینی بود، بهش گفتن بابا حسین، کنگر آفتاش انگر مافون از این بوقی ها که سوزن میخور سرش کوچش بیان ما میشستیم هندل میزدیم، هندل میزدیم پنر پور میشد خود فرز میکنم تا شل میشد دوباره باید هندل میزدیم. این عرق موسیقی من فکر کنم ایشون در وجود ما بود بود چون تو فامیل من کسی نداشتم که آواز بخونه. نام تا سن 10 سالگی که دوره ابتدای مدرسه تمام شد به لحاظ هم مسئله که عرض کردم نمیتونستم برای دارن در بیرستان اینا. مادرم گفت من میباری شغلی پیدا کنه اینا. خیابان نظر رو به تالار اندیشه اینجا سینما مهر بود. رفتم توی خیاطی بدوده از این زمان تا از که انقلاب بوده 20 سال شد که خیاطی هم کل شلوار میخونم همه چیم. بعد متوجه شدم که از درس اینا عقب افتادم. 4 سال قبل تکی تحصیل کرده بودم. رفتم شبانه یه آموزش بایی اس نمیشتم و بعد من درسم رو ادامه دادم دیپلم ریاضی گرفتم. ولی برخوردم در ارتباط با آواز تاج بود. ولی قبل از اینها آواز رو از طریق رادیو همه رو بلد بودم. گوشای اصلیشو مثلا ماهور در آمد بود، داد بود، شکسته بود، دلکش بود، اینا رو بلد بودم. اما ریزه کارش رو نمیدونستم. به طوری که ما در سال 56 من بودم و آقای تاج و آقای شاهزیدی و آقای محبی‌زاده و آقای جلال‌قاضی 4-5 نفرمون شرکت کردیم در آزمون بار بود که تو بافل روز تشکیل می شود. اون موقع مسئول واحد موسیقی تهران ابتهاج بود، مهندس ابتهاج سایه. من نامه اومد که این چیز هست، این امتحان این چیز و کسان که این صلاح معرف کنیم. من رو با آقای شاهزادی معرف کردن. رفتیم با آقای تاج و ما وسیله نداشتیم. آقای شاهزادی پیکان داشت، ما سوار کرد پیکان 53 نه 54 57 شد. ما رو سوار کرد بود رفتیم شهر بعد تهران. گفتم استاد اینجا جاده تهران نیستا؟ گفت چرا جانم؟ دیدیم صدا سگ میاد، 10-18 تا سگ ریختن دوره بنا و قبوف دیدیم اینجا گاب داریه و اشتباه رفتیم بلد نبودیم دیگه. طرف ها صحابه و اینا بود. ساعت 12 شب رفتیم صحابه برای ما غازه بینیم شابه بخوریم. گفت من جلال تاج اصفهانی، اینها فرزندان من هم دفت. زد زیر آواز دوازده شب یادم نیست شعرش رو دست کاشته بود. ما به یادگارش شعر میخونم. چنان چنان به موی تو در سال 1359 دو سال پس از پیروزی انقلاب استاد شاه زمانی با تشکیل نخستین مرکز فرهنگی در صدا و سیمای اصفهان جزو اولین کسانی بود که اقدام به دایر کردن کلاس آواز در اصفهان کرد، اقدامی که پس از آن منجر به سرپرستی واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز اصفهان شد و راه را برای استخدام ایشان در این مرکز فرهنگی هموار نمود. آقای مهندس و علم مدیر فرهنگون رو بخش بود، هنوز ارشاد نشده فرهنگون رو، قصه که میگم سال 60 هنوز گفتن فرهنگون رو اومد مرا حکم مسئولیت داد واحد موسیقی هنرستان رو دایرش کن. در همین کش قوس صدا سیما یار ما شناختن، ما رو شناختند و خواستند اونجا برای دایر کردن واحد موسیقی
تو خیابان ابن سینا، همزمان با اینکه من مسئولیت واحد موسیقی فرنگامون رو داشتم، آقای نجفی، بله آقای نجفی گفت که بیا اینجا برای ما همکاری داشته باشه. اینا ما اومدیم تو همین پش باف یه اتاق بود روش نمیشدن واحد موسیقی تا 3 سال پیش هم بودن اینجا تصدیه نکره بودن بود. ما خودم نمیشته بودم واحد موسیقی فلان هر با اصلا کلاس موسیقی بود حدوده 700 تا شاگرد این بدن درس میگرفتن میرفتن شاگرد از درسی دست ساله بودن تا سن این بالاتر. من سعی میکردم از جوان گزینش کنم که مفید واقع بشن در آینده. استاد شاه زمانی که صدای دلفریب و رسایش هنوز هم در 70 سالگی گویای پختگی و صلابت گذشته است، در طول سالیان خدمت در صدا و سیمای اصفهان با گروه فرهنگ و ادب و معارف آن همراهی و همکاری تنگاتنگی داشت و نغمه های گیرایش در برنامه هایی همچون سحر رادیو، براستان نیاز، گلگشت، نغمه های شاعرانه، ترنم نغمه ها و شرح درد اشتیاق یادآور سالها ممارست و تلاشی بود که بینندگان و شنوندگان را به وجد می آورد. من با موتور بازی تو وسط استودیوی تول رادیوی کوچه تاج ساعت 12 شب سرود ضبط می کردم و چند تا سرود خودم خوندم. یکیش این بود که الان فکر کنم باید از ترانسکودر اینا بگذرونش تصویر حساب بشه روی ماتیکا قدیم بود. نام تو افتخار نام آوران انقلاب و قیام ما در جهان شعله باشد به جان مستکبران شد از این انقلاب بنیادی نام تو شد بهشت آزادی. دختر و پسر به هم گفت گر وجود خود کره گر وجود خود غرق هم کنی دشمن تو را الا ماشاءالله. کلاس آقای تازه می رفتیم در کنارش آقای یاور حسین یاور خدا رحمتش کنه ایشون هم از اساتید مبرز ساز نی بود و شاگرد نوایی مهدی نوایی خود شاگرد نای وسط الله یه باغ بود خیابون مهدی بطین زندگی میکرد خیلی هم آخر کار زندگی مرارت باری داشته اینها. با شاه زمانی های سیچون در جوانی هم پیش بود اسمم بدن کوسوفه به خلاصه آواز سازنه یا این هوای منو جناب گفت حاج داش آقا را میشناسی؟ گفتم بله. ما رو تحویل گرفت. شاه زمانی وایسید ولی آواز هفت تایی بخونم اشعاری هفت تایی چیز ما نشه بود در حال دل به لسد منو برام خوند با شعر خوند با در مایه اشعاری بس که لرزی دل شوق تو ای نوبت من است شیشه تو به زتاق دلم افتاد و شکست من سال هفته 81 بازنشست شدم و 10 سال بعدش هم به صورت تقاضام کار می‌کردم و دیدم که یه مریضی حادث شده اسم تو عادی نبودم پام شش می‌زنه تو اندام که دکتر بهم گفتم که پارکینسونه و هم تو همین حین اورش حنجره من مشکل پیدا کرد
از بس که بالا میخونه. آره که مادرم میگم بعد از شاگردام بپرسیدم من حمله بر خود ستای نباشه چپ میخونه، یعنی آواز دو تا اینکه مثلا در اومده راست منزگاه چه مشکلی سر دوستان توضیح بدم در اومده آوازهای معمول خودمون فرسونی همایون دستگاه همایونه در آمده شد. وقت ببینید بوش های اصلیش بعدش چکا بش هست بیداد همایونه هم هست که میخواد بخونه بخونه یک کسی در چپ داشته باشه. اگر تو فارقی از حال دوستان از چیز زداسی ما صحبت میشنیم یه حاشیه زدن به آقای استاد حسین یاور بله اونم همین دیگه تو اون باقی خیابونی مجمر اونجا زندگی میشن بعد فوت کردن بگذاریم برگشتیم تو مرکز فرهنگی زداسی ما خیابونه گفتم دارتون خیابونه بیش حبیب مرکز فرهنگی اینجا بود آقای ایرج داشت میگفتیم که اومد گفت از شاگردایه اوت خونه دون چی هستن به من گفت خونه من سلام گرفته بود اومدم به با ترک خوندم و بعد جلسه که تموم شد اومدن هم از در بیرون بایستدم لبین رو خونده یه شب های زنده رو خوندم شب های زنده یکی از آوازهای خیلی زیباز که آقای ایرج خونده الان من سلام یار رو میکنه در این موقع رو پرده بالا تر از ایرج خوندم ای باد ما خوش بیز چو امواج زنده رود از من به سرزمین سپاهان رسان درود اونجا که شاهکار هنرها و ذوق‌ها پیوند یا
گشته به هم همچو تار و پود. علاقه بنده بنده به سازها تار ستار نی، خودم سال 67 حالا ستار میزدم، البته نه در حد خیلی بالا، ولی میتونستم با مزراب زدن جوابی آوازها رو بدم تا، ولی متاسفانه با پیش اومدن بیماری که دارم اینا دیگه انگوشم اجازه نمیده و آوازم که خوندم معمولا با تاره ستاره و نیه.